سلام همگی، پرونده 18 میلیون یورویی همراه اول رو میخوایم با هم بررسی بکنیم. نکته اول این که این پرونده تقریبا یک ماهه که اسنادش رو در فسادیاب داریم افشا میکنیم و تا امروز آقای اخوان هیچ واکنشی نشون نداده به جز اینکه شفاهن عنوان کرده سکوت بکنیم تا موضوع بگذره. نکته اول، توی عکس دو تا آقازاده رو میبینید، یکی آقای روح الله واعظی، یکی حسن فیروزآبادی. این عکس هم به صورت پابلیک در صفحه اینستاگرام شماره 1 یعنی آقای واعظی منتشر شده، شرکتشون توی تهران. حالا در مورد آقای حسن فیروزآبادی، حسن فیروزآبادی پسر سید ابوالحسن فیروزآبادی هست که عموما شما به اسم دبیر شورای عالی فضای مجازی میشناسید، یا واضح تر همون فردی که توی دوره‌ای در واقع فیلتر تلگرام و اینستاگرام رو اجرا کرد. حسن فیروزآبادی همراه روح الله واعظی، فردی که الان داری توی عکس می‌بینید و عکس هم پابلیک توی اینستاگرامش منتشر شده، میان یه قرارداد با همراه اول می‌بندن به قیمت 18 میلیون یورو فقط در پیش پرداخت. این هم منصور واعظی هست، پدر روح الله واعظی که دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بوده، رئیس کتابخانه‌های کشور بوده و کارمند صدا و سیما. حالا بریم سراغ قراردادشون. این یه قرارداد با همراه اول می‌بندن. ارزش قرارداد 103 میلیون یورو هست. قرارداد برن 2000 تا سرور رو بخرن بیارن، قرارداد رو با اخوان می‌بندن. شما در متن قرارداد می‌بینید ارزش قرارداد 103 میلیون و 800 هزار یورو هست و قراره بر اینه که 25% پیش پرداخت به اینها تعلق بگیره و تاکید میشه که تو بازه‌های زمانی یک ماه از ارجاع سفارش شما باید جنس‌ها رو شروع کنی تحویل دادن و اگر 40 روز از قرارداد بگذره و شما جنسی رو تحویل ندید، کارفرمایی حق رو داره که قرارداد رو فسخ بکنه. توی این تصاویر کاملا مشخصه که مرز در واقع فسخ قرارداد رو گذاشتن 40 روز. اولین اتفاق جالب این هستش که برای 18 میلیون یورو که معادل تقریبا 600 میلیارد تومان بوده، ضمانت‌نامه‌ای که میگیرن فقط 334 میلیارد تومان هست، یعنی تقریبا نصف پیش پرداخت رو ضمانت‌نامه بانکی میگیرن، ضمانت‌نامه رو تیر ماه میگیرن. این قرارداد هم اواخر خرداد و اوایل تیر منعقد میشه، ولی تا بهمن ماه بهشون مهلت داده میشه تا جنس ها رو با اون پیش پرداخت بیارن. از بهمن ماه اختلاف بین همراه اول و شرکت واعظی فیروزآبادی شروع میشه، جنس رو نیاوردن و نه تنها 18 میلیون یورو رو پس نمیدن، بلکه میگن که بقیه پول رو تا 25% پیش پرداخت، یعنی تا 25 میلیون یورو بقیه پول رو هم بپردازید تا ما بخوایم جنس رو بیاریم، که البته طبق قرارداد همراه اول نمیتونسته این کارو بکنه و غیر قانونی بوده، لذا همراه اول یه فرجه به اینها میده که تا تیر ماه طول میکشه. ببینید، از بهمن تا تیر ماه همراه اول غیر قانونی کار میکنه و همون بهمن ماه طبق مفاد قراردادی که قبلا دیدیم باید ضمانت‌نامه رو اجرا میذاشت، اما از تیر ماه تازه همراه اول هشدار میده که من ضمانت‌نامه‌هاتون اجرا میذارم، حواستون باشه، و بهتون یه فرجه میدم دوباره تا مرداد ماه که بیاید جنسا رو بیارید، وگرنه مجبوریم که برای ضمانت‌نامه اقدام بکنید. تخلف اول آقای اخوان همین بوده. آقای اخوان از بهمن پارسال باید ضمانت‌نامه اجرا میگذاشته، نه اینکه اجرای ضمانت‌نامه‌ها رو تا مرداد به اینها فرجه بده. اینجا یورو دو برابر شده، یعنی رقمی که اینها بردن نزدیک 600 میلیارد تومان به 1200 میلیارد تومان رسیده. متاسفانه آقای اخوان با وجود این نامه هنوز به اینها مهلت میده. کار تا کجا پیش میره؟ تا وقتی که فسادیاب میاد اسناد افشا میکنه و عنوان میکنه که چرا ضمانت‌نامه های این را اجرا گذاشته نمیشه. بهونه میارن که کربلا هستیم، زیارتیم، اربعینه. حالا بعد از در واقع برگشت از اربعین ضمانت‌نامه رو اجرا میذاریم. به نظر میرسه که اینها توی مهر ماه اجرا گذاشتن ضمانت‌نامه ها رو شروع کردن. اما مشکل اینجاست، ضمانت‌نامه های بانکی که از اینها گرفتن تمدید نشده بوده. یعنی همراه اول بخشی از سیستم همراهی کرده با پرتو آبی، هلدینگ فیروزآبادی و اطلس، هلدینگ آقای واعظی در عدم تمدید ضمانت‌نامه ها، که مشکل اصلی همراه اول دقیقا از همینجا شروع شده، تا امروز نتونسته ضمانت‌نامه هاشو نقد کنه. پس از افشای فسادیاب، علی سرفراز مدیرعامل پرتو آبی که طرف دوم این قرارداد بود فرار میکنه، این هم روزنامه رسمی هست.
آقای فیروزآباده اینجا روزنامه رسمیشو میبینید که از دیه پارسال دوباره تمدید شده بوده مدیر عاملیشون برای پرتو آب. وقتی این پولها رو گرفتن از جمله 18 میلیون یورو رو، مدیر عامل پرتو آبی بوده کنار روح الله فائزی و پول رو پس ندادن. توی متن قرارداد هم خاطرتون هست که قرار بر این بود که اگر پرتو آبی و اطلس نتونستن جنس ها رو بیارن، از بقیه پرداختی که همراه اول تو سایر قراردادهاش با این شرکت ها داشته پول جبران بشه. همراه اول حتی تو این مورد هم تخلف میکنه و به جای اینکه دیگه پرتو آبی سر بقیه قراردادها پرداختی نداشته باشه، هم توی مهر ماه هم توی آبان ماه اقدام میکنه به پرداخت مطالبات پرتو آبی تو سایر قراردادها. یعنی این ور 18 میلیون یورو طلب داره، ولی از طرف دیگه تمام پرداختیش به پرتو آبی تو قرارداد دیگه انجام میده. آقای اخوان به جای اینکه دستور بده بلافاصله همه پرداختها به این دو تا شرکت و این دو تا آقازاده جلوش گرفته بشه و ضمانت‌نامه‌ها بدون قید و شرط اجرا گذاشته بشه و بره شکایت قضایی بکنه، چه کار کرده؟ سکوت کرده و فردی به اسم مهدی آژ رو که معاون امنیتش رو هست رو به سراغ من فرستاده. با هم فایل صوتی آقای آژ رو بشنویم که چه توجیهاتی میاره در دفاع از عملکرد همراه اول و به جای اینکه بیاد به یه حق ضایع شده و ما میریم 18 میلیون یورو رو پس میگیریم، به عنوان وکیل مدافع پیمانکارها وارد موضوع میشه. حالا دوست داشته باشین اتنجید بشینیم مفصل صحبت بکنیم و از این اشتباه کردیم. شما اول لطف میکنی خودتون معرفی کنی؟ اصلا میروز آش هستم، من مالی کل واسفتی هم رو هستم. خب بعد اشتباه دقیقا تو کدوم بخششه؟ کل فرایندی که تشریح کردیم. خب متوجه هم کل فرایند یعنی چی؟ یعنی شما پول ندادید؟ یا اونا جنس آوردن؟ نه اتفاقا جنس رو بنده اون بازرسی جلوشه گرفتم که نیاید. اون خیلی موتوزی فنی مفصلی دارن، اونا بازن جنس رو بیاره برن اتفاقا، ولی یه فرایند فنی مفصل داره که بنده اونجا تو نپذیرفتم و ریجکتش کردم و مرابطه رو باطل کردم. آقای آژ حاضرید اعتبار خودتون و احتمالا پرونده قضایی براتون تشکیل بشه برای اینکه از پسر آقای فیروزآبادی دفاع کنید؟ نه اصلا پسر فیروزآبادی اصلا به هیچ عنوان معلی شما روابط عمومی هولدینگ پرتو آبی هستید؟ یا مدیر بازرسی از همراه اول؟ خب نه دارم میگم من خودم باطل کردم پرونده رو، مناقصه رو بنده باطل کردم. باطل کردید؟ آقای آژ سواد من سوال میپرسم، در حد پنج ابتدایی یا دیپلم یا لیسانس یا دکترا احتمالاً هیچ کدوم، درست شد؟ نه سوالم اینه، سندهای شما همراه اول هستش که میگن آقا جنس رو نیاوردید، پول رو پرداخت کنید، تاخیر میخوره، بعد درخواست نمیدن که بسیقه ها به اجرا گذاشته بشه، بعد شما اجازه بدید. نه نه شما که میگفتید من مناقصه رو باطل کردم، حالا شد ضمانت‌نامه به اجرا گذاشته شده، اجازه بدید. اول میفرمایید مناقصه، اول میفهمم من مناقصه رو باطل کردم، حالا شما میفهمید مناقصه نه، بعد الان اجرای پروژه رو باطل کردم. آقای آژ صدای شما داره ضبط میشه، شما اول گفتید مناقصه رو باطل کردم، بعد گفتید ضمانت‌نامه رو گذاشتیم اجرا، کدومشون اشتباه؟ شما مدیر کل بازرسی همراه اول هستید، اشتباه میکنید در گفتگو با آذرپیک؟ آنو میخوام این مسئله رو بشینیم بله میخوام بشنوم، ولی حواستون به کلمات باشه، چون به خاطر اینکه نه من روابط عمومی سخنرانم نه چیزم، نه عرضم به حضور شما این که حالا شما بفرمایید با خانم توازد چجوری میخواییم. اصلا با هر شهروندی شما اول سه بار گفتید مناقصه رو من لغو کردم، حالا میگید جلوی اجرای پروژه رو گرفتم، بعد کلمه بعدی میگید که ضمانت‌نامه اجرا شده یا نه. اجازه میدید بنده صحبت کنم خانم آذرپیک یا نه؟ واقعیت ماجرا رو میخواین شرح بدم خدمت؟ بفرمایید من سکوت میکنم کلا شرح بدید. اسناد ولی دقیق صحبت کنید چون کلمه به کلمتون بار معنایی داره. من نکته عرض کنم خدمتتون، ما تو سه سال گذشته فنی دارم عرض میکنم خدمتتون، ما تو سه سال گذشته یه فرایندی رو در همه اول اثبات بدیم به عنوان فرایند اصالت سنجی خرید تجهیزات. این برای چی بودش؟ برای اینکه بسیاری از تجهیزاتی که توی کشور وارد میشد بعدا در حوزه‌های فنی
تقلف توش صورت میگرفت. مثلا یعنی چی؟ سرور رو میخرن از یه مجموعهی هارد و رمش رو جدا رو نصب میکنن، اون هارد و رم مثلا آقای آش به من کلاس درس ندید در مورد دقیقا همین کیس صحبت کنید. یعنی در واقع شما دارید الان به آقای پسر فیروزآبادی تهمت میزنی که قرار بوده بره سرور فیک بیاره. ببینید بهتون میگم کلمات دقیق استفاده کنید، به خاطر همینه. مثال برای من نزنید، فقط در مورد این پرونده. بعد از ما پرونده شدن این شرکت در مناقصه هم رسمی و قانونی برگزار شد، ما خواستیمشون بهشون تذکر دادیم که این فرایند اصالت سنجی وجود دارد و طبق بند به بند قرارداد به این شکل تعیین بشه. میدونید من دسترسی به اتوماسیونتون دارم و وقتی میگید فلان تاریخ نامه زدن، اگه اون تاریخ اون نامه نباشه که نیست، اون وقت سوال ایجاد میشه. گفتم نه. یعنی چی؟ نامه مکتوب؟ جلسات چجور مدیر بازرسی هستی که جلسه حضوریتون رو مکتوب نکردی؟ یا این که نه الان داری توجیه جنس تیاوردن رو میکنید؟ جلسات صورت جلسه داره. حالا نه، صورت جلسه شما چه تو اتوماسیون هیچ ثبتی نشده آقای آش؟ الان صورت جلسه کردی برای اون تاریخ اون موقع؟ مشکل هم اینه که شما حواستون نیستش که کلمات اعتبار دارن، از کلمات خیلی راحت استفاده. سوال اول، این سوال جواب بدید لطفا. این صورت جلسه داره خانم. چرا تو اتوماسیونتون چنین صورت جلسه ای ثبت نشده؟ حتما هستش، اتوماسیون محرمانه حتما ثبت شده. اجازه میدید صحبت کنم؟ بفرمایید. اتوماسیون محرمانتون هم چنین چیزی نیست؟ اتوماسیون محرمانه، نه اتوماسیون. اتوماسیون محرمانه شما چنین چیزی نیست، نداره. بفرمایید ادامه بدید. در صورت این دوستان با اون شرایطی که ما خواستیم نتوانستن جنس رو تامین بکنن، چند ماه پیش بنده به این نتیجه رسیدم که اینها جنس نمیتونن بیارن، نه فرآیند همراهزن گزارش شد و برای بیان شد که قرارداد ابطال گردد. چند ماه پیش کی گزارش کردی چنین چیزی رو؟ نه تاریخ بدید آقای آش. من که الان شما مدیر کل باز شما حتما باید حتما توی این پرونده اوراق رو رصد کردی. کی چه ماهی؟ روزشو نمیخوام. چه ماهی شما نامه زدی؟ در کار خانم بفهم. چند ماه پیش یعنی که این دوران یه مناقصه که قرارداد ابطال می‌گردد. چه چند ماه پیش ضمانت‌نامه‌ها به اجرا گذاشته میشه؟ پاسخی نداره. هم مبلغ 850 میلیارد تومان از ضمانت‌نامه‌ها که شما با مکررن گفتید 200 میلیارد تومان، 850 میلیارد تومان از ضمانت‌نامه‌ها ضبط شده. از کدام بانک؟ از کدام بانک؟ ما بیش از 1000 میلیارد هم از این دوستان ضمانتنامه داریم. از کدوم بانک؟ شما 800 میلیارد از کدوم بانک ضمانتنامه رو نقد کردید و از حساب اون بانک هم خارج کردید؟ کدوم بانک؟ اینو از مالی میپرسم خدمتتون میگم. اینم اطلاع ندارید خب؟ اینم از مالی میگم. پس یه لطفی بکنید گفتگو رو همینجا متوقف کنید. هر وقت اطلاعاتتون و سوادتون در مورد این پرونده در حدی شد که با من صحبت کنید ادامه گفتگو بدید. منتظر تماستونم. خدافظ. خیر، شما هر وقت با من تماس بگیرید صداتون ضبط میشه، چون شما مدیر کل بازرسی همراه اول هستی نه یه شهروند عادی. بسیار ممنونم. منتظر تماستونم. اگر اطلاعات ندید همین بخش گفتگوتون رو منتشر میکنم با امانه که حاضر نشد اطلاعات کامل رو بدید. روزتون بخیر. خدافظ. صدای آقای آج رو شنیدید. گاف هایی که داد، دروغ هایی که گفت و سعی کرد در جایگاه روابطی پیمانکار توجیه بکنه که مقصر همراه اول هستش، این قرارداد اجرا نشده. اما سوال همچنان باقی هست. جناب آقای اخوان، چرا به آقای فیروزآبادی و واعظی مهلت دادید؟ شما توی این سند می‌بینید که 836 میلیارد تومان ضمانت نامه هستش که بهشون مهلت میدن که اگر کاری نکنید تا مرداد اجراش میکنیم.
جناب آقای اخوان، شما این حق رو نداشتی. شما از 24 11 سال گذشته باید ضمانت‌نامه اینا رو اجرا می‌کردید. الان هم ضمانت‌نامه‌های دستتون هست، قابل نقض شدن نیست. بانک کارآفرین برای شما این ضمانت‌نامه رو نقض نمی‌کنه. حالا با 1200 میلیارد تومان بیت‌المالی که رفته می‌خواید چیکار کنید؟ چه جوابی دادید و چرا سکوت کردید؟ همه جا عنوان میکنید که هدف فسادیاب از دادن این اسناد بر کناری شماست و اینکه حالا گروه های قدرتی میخوان که شما از مدیریت همراه اول کنار برید. این واقعا برای شما تأسف آوره.